درود بر هموطنان عزیز، من فرزانه امیریجاه مادر کیوان مهتدی هستم. 54 روز پیش برای آخرین بار صدای پسرم را در فضای آزاد شنیدم. او در استوری کوتاه در صفحه اینستاگرامش گفت اومدن ما رو بگیرن. 19 اردیبهشت ماموران امنیتی به خانه پسرم کیوان مهتدی و همسرش آنیشا اسداللهی یورش بردند و آنها را دستگیر کردند. اگر بخواهم کوتاه و مختصر از کیوان بگویم، در بایوی اینستاگرامش خودش را این گونه معرفی می کند: کیوان مهتدی، معلم، مترجم. سوختن گیر و سوختن آموز، شور در کار را فزون تر کن. کیوان هرگز به تحصیلاتش در دانشگاه شریف مباهات نکرد، اما همیشه با غرور به معلم بودنش افتخار می کند. او نویسنده، مترجم و معلمی دلسوز و متعهد است. چندین کتاب، ترجمه و تألیف بیانگر فرهیختگی اوست. آیا جای فرهیختگان در زندان است؟ اکنون که 54 روز از دستگیری فرزندان ما می گذرد، بیش از 20 روز است که ما از آنها بیخبریم. به ما اعلام شد ملاقات ممنوع هستند. چرا؟ چه اتفاقی در زندان افتاده است؟ در شرایطی که فرزندان ما حتی حق دسترسی به وکیل را ندارند، در شرایطی که حتی دادگاهی تشکیل نشده است و اتهامی ثابت نشده است، فیلمی مستند، به اصطلاح مستند، در شبکه سه سیما پخش شد. هدف از پخش شدن چنین فیلم‌هایی چیست؟ آیا در افکار عمومی جز این است که دارد پرونده سازی صورت می‌گیرد؟ آیا فرزندان ما قربانی پرونده ساختگی شده‌اند؟ بیش از 20 روز است که بی‌خبری کامل از کیوان و آنیشا داریم. ما نگران آنها هستیم. بارها به دادسرا مراجعه کردیم و پاسخ درستی دریافت نکردیم. بیخبری و ممنوع الملاقات بودن فرزندان ما زمزمه های ناخوشایندی از زندان به گوش ما میرساند. جان کیوان و آنیشا در خطر است. به چه جرمی؟ نودوستی؟ وطن پرستی؟ از همه شما مردم، از همه پدران و مادران، از همه رسانه‌هایی که احساس مسئولیت می‌کنند، تقاضا می‌کنم صدای ما باشید. برای آزادی کیوان و آنیشا هم صدای ما باشید. جای نویسنده و مترجم زندان نیست. متشکرم.